ویدیو میخوام بهت آموزش درست کردن شور ترشی رو بدم، یا بعضی هم بهش میگن شوری، که خیلی خوشمزه است و واسه اونایی که فشار خون بالایی دارن نباید استفاده بشه و مصرفش بکنه. درست کردنش هم خیلی ساده است. تو ایران معمولا تو ماه شهریور یا اوایل مهر ماه ما این ترشی رو شروع میکردیم به درست کردن، چون موادش دقیقا تو همین ماه میومد. من الان خبر ندارم که مثلا گل کلم الان پیدا میشه تو این فصل تو ایران یا نه، ولی تو خارج کشور شما این ترشی رو میتونین همه فصلی درست بکنین، چون تمام موادش همه جا هستش و همه موقع سال هم پیدا میشه. طعمش با ترشی معمولی یه ذره فرق میکنه، به این دلیل که مقدار نمکش بیشتره و یه چیزی بین خیارشور و ترشی میمونه و خیلی خوشمزه تا یه جور در واقع جزو ترشیه تخمیری هستش که تو دو هفته تا سه هفته طول میکشه تا آماده بشه و طعم خیلی خوبی پیدا میکنه. چون فکر میکنم بعضی ها نمیدونم مزهش چجوریه، اگه نمیدونی اینو حتما درست بکنین و ببینین چه خوشمزه میشه. درست کردنش هم تو ایران ما خیلی مواد دیگه رو بهش اضافه میکردیم، مثل خیار، مثل سیب زمینی ترشی، ولی اینجا چون اینا نیستش، منم خودم خیار رو دوست ندارم و یه سری چیزاش رو حذف کردم و اون چیزایی که فقط خودم دوست دارم و خوشخوراکتره رو بهش اضافه کردم که اینجا باش اینو درست میکنیم. لوازمی که احتیاج داریم گل کلم هستش در تعدادی که میخوایم، کرفس هستش. اینجا کرفس ها معمولا برگ نداره، ولی اگه کرفسی دارین که برگ دار هستش خیلی بهتر، چون اون برگ کرفس رو به عنوان تمبنده اصلا میخوام استفاده بکنیم. بعد هویج هستش، گل کلم هم مثلا سه تا انتخاب کردم، فلفل سبز تند باید داشته باشیم حتما، پودر فلفل استفاده نمیشه. سیر داریم حدود یه سر، سیرش هم خوش باشه، سیر تازه نمید باشه. سبزین ترشی در واقع ستا یا چیز بیشتر نیست، ولی اگه فقط مثلا یکی دو تاش هم داشته باشیم کافیه. اصلی تا این تندرنش ترخون هستش، اگه ترخون نداشته باشیم چند تا پرشیدید میتونیم بهش اضافه بکنیم. اگه بازم این دوتا رو نداشته شیبیل، که البته خب همه جا هست، اگه نداشته باشیم میتونیم یه ذره از گیش نیست استفاده بکنیم، ولی تندرنده هستیش همین سیری هستش که ما توش میریزیم. از زیاد خودتون درگیر سبزیجاتش نکنید، ولی اگه بود اون برگ کرفس چند تا برگ شیبید و ترخون، این چیز اصلیش تمدنده اصلیش همین است، به جز این چیزی نداره. بعد به اندازه حدود یک لیوان تا یک استکانم به بسته به حجمی که میخوایم اینو درست بکنیم احتیاج به سرکه داریم، هر سرکه شد، ولی فقط بهتر که سرکه سفید استفاده نشه، مگه اینکه در اختیارتون سرکه قرمز نبود میتونید اونو بریزین. سرکه سیب میتونید بریزین، سرکه انگور میتونید بریزین، سرکه مالت میتونید بریزین، هیچ فرقی نمیکنه. خب چون این ترشی در واقع نمکی هستش و مقدار سرکهش خیلی کمه، من نمک براش استفاده میکنم، دقیقا تقریبا مثل خیارشو ما اینو درست میکنیم، ولی بهتره که از نمکایی که سنگی هستش استفاده بکنین، یا راک سالت بهش میگن. این خیلی بهتر تا این نمک های معمولی که تو آشپزخونه استفاده میشه و یود دار هست، از اونا استفاده کنید. اون یودی که توش داره یه ذره به اینو حالتش رو ممکنه برگردون و میگن هم خوب نیست، ولی این سنگ نمک که استفاده بکنید خیلی بهتره. یه نکته هم اینجا بهتون تذکر بدم، اونم اینه که اگه بخواین این ترشی رو یه ذره خوشگل‌ترش هم بکنید، میتونید از کلمه قرمز استفاده کنید، چند تا برگشو قاطی هم موادتون خورد کنین بریزین، رنگ ترشیتون میشه قرمز. معمولا بعضی اینو دو رنگ درست میکنن، یه ظرفش یا یه دبش رو با کلم قرمز درست میکنن، اون یکیش رو هیچی نمیریزن، یکی سفید میشه یکی قرمز، واسه تزیین و دکور روی میز غذاتون خیلی قشنگ میشه، ولی تو طعمش هیچ فرقی نمیکنه. خود اون کلمی هم که ریختین تبدیل میشه به همین ترشی و خیلی خوشمزه میشه، میتونن بخورین، هیچ فرقی نمیکنه. من نداشتم نگرفتم، ولی اگه فردا پیدا بکنم و بگیرم براتون میریزم که رنگش رو ببینیم که چجوری میشه.
خب میریم که اینا رو با هم دیگه درست کنیم ببینیم چه راحت و آسونه. اولی کاری که میکنیم این گل کلم‌ها رو بعد خوردش رو میکنیم به هر سایزی که دوست داریم. بعضی ها هستن اینا رو ریز میکنن، مثلا انقدر انقدر اندازه حبه قند سلیقه‌ای هستش، هر جوری که دوست داریم. بعضی هم اینا رو درشت درشتش میکنن، این دیگه بسته به سلیقه و چیزیه که شما خودتون دارید. اینا رو بهتر قبل این که ما درست بکنیم بشورینش، همینطور با آب معمولی شسته بشه کافیه. یه قسمت هایش هم میبینین که سیاهی هستش روی گل کلم، اینا رو من دیدم میگیرن، ولی برای این ترشی احتیاج نیستش که این کار بکنیم. من اینکه کرم خورده باشه یا خیلی عمیق باشه و فاسد شده باشه که اون کار بکنید. و اینکه ما از آب نمک تو این استفاده میکنیم، همینو جاب نمکش هم جوش هستش، ضد عفونی میکنه، همین که کاملا اینو سفید میکنه، برف میکنه. بنابراین احتیاجی نیستش که زیاد مرتب خشخاش بزنین و اینو دو ساعت بشونین و پاک کنین. ببینید اندازه نرمالش معمولا اینجوریه، اینقدری میندازن، حتی بعضی میتونین، بعضی من دیدم خیلی کوچیکترش هم انداختن. اینجوری میتونین گل کلم ها رو قشنگ خورد کنین، اینجوری هم خوبه. بعضی مثلا میگن اینجوری خوبه که یه اندازه یه گاز قشنگ تو دهنمون هم جا میشه، دیگه احتیاج نیستش که مثلا اینو خوردش بکنید با دندون بکنیم، چون همش که تو دندون جا نمیشه که تو دهنتون. همین دلیل میگم سلیقه است دیگه، یکی دوست داره درشت باشه، یکی دوست داره ریز باشه. من خودم سایز انقدری رو بیشتر ترجیح میدم، این دیگه بسته به سلیقه خودتون. خب اینا برای اینکه فیلم طولانی نشه من هر کدومو تیکه تیکه بهتون نشون میدم. گل کلم پس شد خورد کردنش به این شکل، بعد اینکه شستین اینجوری خوردش هر اندازه که خواستین خورد کردین، اینا رو میریزین توی لگنتون توی سراغ بقیه مواد. دومین چیزی که بهش اضافه میشه هویج هستش. در مورد هویج چند تا نکته هم باید بهتون بگم. سرتاشو که بعد بزنین هیچی، بعد خود پوست هویج هم بهتره که بکنین، اونم با پوست کن با کارد کنده نشه بهتره. اینجا معمولا پوستش ما میکنیم، بخواه اینکه اینا رو نمیدونم تو چه خاکی میکنن که مثل حالت شن میمونه. اگه پوستش نکنیم این دونه شن تمام میره تو دهنمون و یا جالب نیست. بعد واسه خورد کردنش هم شما میتونین از دو تا چیز استفاده کنین، یکی همین کارد معمولیه، یکی هم کاردهایی هستش که طرح دالواری روش میندازه موقع خورد کردن. اونا رو اگه استفاده کنین خب خیلی شیک و قشنگ میشه. اگه دارین حتما با اونا کار بکنین و خوردش بکنین، دیگه سلیقه‌ایه. چون جلو مهمون هم میخواییم بذاریم اونجوری ترش باشه خیلی قشنگتر و شیکتر میشه. در مورد اندازش هم دوباره باز سلیقه هست، اینا هر جوری که میخواییم. معمولا اینا رو انقدر انقدر بیشتر خورد نمیخواییم، زیاد هم نباید نازک باشه، کلوفتیش باید اینجوری باشه، همین اندازه. اسمان تهیش هم که رسیدین، بعضی من دیدم حتی درشت درشت هم خورد میکنن، بعضی مثلا اینو عوض ها اینجوری نصفش میکنن بعد دوباره اینو اینجوری خوردش میکنن. همه اینو سلیقه‌ای، حتی بعضی ها رو من دیدم اینو باز میگیرن اینجوری هم یه دونه هم قاچ میزنن باز انقدری میشه. همه اینا روی سلیقه است، هر جوری که خودتون دوست دارین میتونی اینا رو خوردش بکنین. این هم شد بس در مورد هویج. بریم سراغ کرفس. یعنی یه دونه من گل کلم بهتون نشون بدم، اینجوری من از این تیکه بریدم، اینجوری با دستم اینجوری تیکه تیکشون میکنم خیلی راحت، چون میخوام کوچیک باشه اینجوریش میکنم میرزم اونتو. دو ساعت هم نمیخواد مثلا با کارت خوردش بکنیم، همینجوری راحت. ساقهش و تهش هم اگه دیدین صف نیست خورده، اونم میتونین استفاده بکنین توی همین ترشی و خیلی هم خوشمزه و خوبه. همینجور خوردش بکنین یا میتونین پوستش رو بکنم، ولی چون اینا خیلی لطیف و نرمه من نمیکنم، حیفه. همین هم حتی میندازم توش دقیقا میشه این خود ترشی. خب میرسیم به کرفس. من اینا رو قشنگ شستم و آماده است. اینا هم دوباره هر اندازه که دوست هم، بعضی ها ریز دوست هم، بعضی ها درشت دوست هم، هر جوری که دوست هم. فقط یه نکته مهم این که کرفستون هم نوعی نباشه که آوهنداش بندی باشه، یعنی که وقتی اینو میشونین این دیدین که بعضی این نخهایی که یا آوهندهایی که توی ساقه هستش این همراه با خودش هم اینجوری برمیاد.
اون ریره اگه باشه زیر دندونتونم میره و خیلی بد میشه اونجوریشون، یعنی در واقع ساقه چوبی شده اگه هستش نخرین، حتما باید ترد باشه و قشنگ برده بشه. میبینی الان مثلا این همون حالتو داره، اینجوری نباید باشه. ببینی اینا چوبی و زیاد جالب نیست، اصلا صداش هم اینه مشخصه. این قسم ولی ترده، ایناش خیلی خوبه، اینا رو میتونین استفاده بکنید. خب به همین شکل همه رو انجام میدیم و میبینید که این ریختیش کردم من، اینا رو هم خورد کنم بعد بیام بقیه توضیحات رو بهتون بدم. خب حدود دو سه روز گذشت و این مواد شور ما به شکل در مورد به این قشن بعد اینجوری پلاسیده بشه. به ویتامین و اینجور چیزاش هم فکر نکنین، سیاهی هاش هم اصلا مهم نیست، چون به معنی اینکه توی آب نمک قرار میگیره کاملا این سفید سفید میشه. حالا من بعدا بهتون نشون میدم. ببینید قشن باید کم آب بشه و به این شکل در بیاد. اون موقعی که ما برش زده بودیم اینا قشنگ خیس بود و دستمون خیس میشه. حالا ببینید قشنگ خوش شده. این وقتی که آب نمک رو ما میریزیم حالا تو اینا قشنگ تمام اینو میکشه به خودش و خیلی خوشمزه تر و بهتر هم میشه. مغزش قشنگ نمکی در میاد. هم که کرفسامونه ببینید هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد. حالا میریم که درستش بکنیم. درست کردنش هم که خیلی ساده است. اینا رو اول توی شیشه پر میکنیم، بعد آب و نمک و جوش میاریم و روش میریزیم، بعد هم که سرکه رو اضافه میکنیم. خب میریم که شروع کنیم انجام دادن. خب شروع میکنیم، شیشه همونو از قبل کاملا خوب میشوریم، خشکش میکنیم، استریل بعد باشه، چربی چیزی توش باقی نمونده باشه. اگه چربی داشته باشه این که کثیف باشه ترشی شما سریع کپک میزنه. خب یه مقدار من گیشنیز دارم نمیرزم تهش، لازم هم نیستش که ساقهاشو بچینیم و فقط برگ باشه، چون ما فقط میخواییم که طعمشو بهش بده و گیشنیزم که خود ساقهش بسش میکره. فلفل سبزش هم داریم، یه دونه هم میندازم چون اینا خیلی تنده، یه حبه هم سیر میندازم تهش. میتونیم درسته بندازیم، میتونیم مثلا دو قسمتش هم بکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. تعفون داریم، مزه اصلیش به همین تعفونشه، خیلی طعم خوبی بهش میده. ولی اگر نبود بازم نگران نباشین، همون یه ذر شیبید یا حتی افری گیشید هر چی که دستتونه هم میتونیم بهش بزنید. سیر ولی از همین مهمتره، سیر و فلفل که طعم واقعیشو بهش میده. خب یک کمی هم بهش شیوید اضافه میکنم، یکی دوتا شاخه. این آماده است که حالا من مواد روی این پر بکنم. یادتون باشه ما میخواستیم ترشیمون رو قرمز رنگش بکنیم، احتیاج به یه دونه کلم قرمز داشتیم، یعنی من خریدم و یه چند تا برگش هم این زیر میندازم که قشنگ این قرمز بشه. حالا شروع میکنیم که اینا رو پر کردم. میشه قشنگ میریزین، یه ذره با دستتون فشار میدین، دوباره یه ذره دیگه پر میکنین. خب وقتی که یه لایه به این اندازه ریختیم دوباره ما روش رو سبزی پر میکنیم و این کار رو همینجوری تا بالای شیشه ادامه میدیم. لایه لایه سبزی میریزیم، هی مواد رو اضافه میکنیم تا کاملا این پر بشه و بیاد بالا. فلفل میذارم، ترخون اضافه میکنم، دو حبه سیر میذاریم توش، کمی هم شیرید، برگ کرفس هم که اگه دارین میتونین روش بریزین، اونم خیلی خوشمزش میکنم. دوباره مواد رو شروع میکنم روش پر کردن.
با دستتون هم این وسط رو هی قشنگ فشار بدین که اینا بره پایین جا باز بکنه و ایلا همینجوری شیشتون زود پر میشه و ممکنه خوب جا نشه. له نکنین ولی همین آروم آروم که فشار بدین قشنگ اینا تو هم میرن و کلی جا باز میشه. خب اینو من پر کردم قشنگ اومد تو بالا. یه قدش از سر شیشه ببینین خالی مونده، اندازه یک بند تا یک و نیم بند انگشت. دیگه از این به بعد رو خالی میذاریم و روش رو سبزی پر میکنیم. یه دو تا حبه سیر من زیر اینا انداختم، یه دم فلفل گذاشتم روش رو، دیگه فقط سبزی من میرزم. البته شما آب جوش و آب نمکی که اضافه میکنیم یه ذره باز حجمش میره پایین تر، مثلا جای نگرانی نیست. من پر میکنم وشن اینجوری فشار میدیم. این دیگه آماده است که دیگه آب نمکش رو درست کنیم و بریزیم روش. این قشنگ اینجوری لایه لایه این اومد به این شکل در اومده. کلم قرمزم تو سه تا لایه‌اش ریختم یه قشنگ اینو بهش رنگ بده و اینو خوش رنگش بکنه. خب میریم که با هم دیگه آب نمکش هم درست بکنیم و بعد بیایم بریزیم تو این. حالا میرسیم به مهمترین قسمت کارمون، یعنی که ریختم و یا در واقع درست کرده آب نمک و ریختنش توی دبه ترشی. من یه دونه شیشه کوچیکم در آوردم ازش، از اون باقی مونده ای که مواد اون داشتیم یه قدم اضافه اومد که اینم ریختم توی یه شیشه کوچیک و دیگه اندازه اندازه شد. کلم قرمزش همینم ریختم چند تا دونه، سبزی هارم گذاشت هم زیر هم بالا، اینم آماده است. خب آب نمک وقتی ما میخوایم درست کنیم باید به حجم شیشه هامون که داریم دقت داشته باشیم. اینجوری نیستش که مثلا یه پارچه آب جوش درست بکنیم یا یه قابلمه بعد اینا رو پر بکنیم بعد وسط کار ببینیم که کم اومد دوباره درست کنیم و بریزیم. نه، اینجوری اگه بکنیم مقدار شوریش بالا پایین میشه و این ترشیتون خراب میشه. به همین دلیل باید مقدار حجمش رو تخمین بزنید و به اندازه اون آب نمک درست بکنید. بهترین کار اینه که قبل از اینکه این شیشه ها رو پر بکنید از مواد آب توش پر بکنید و مقدار آبش رو خالی بکنید توی یه قابلمه بزرگ و مثلا برای اینقدر خودم یه دونه کافیه اینو بریزیم. ولی مثلا این دبه بزرگی که من داشتم این حدود 5 لیتر ظرفیتشه. شما اینو مثلا تا 3/4 رو پر آب بکنیم و بریزین و بجوشونین، چون بقیهش رو حجمش رو موادش گرفته و دیگه 3/4 وقتی آب باشه بریزین دیگه مطمئن باشین که توش رو تا لب قشنگ پر میشه و کافی هستش براش. خب اینو شروع کنیم درست کردن. آب حتما جوش بیاریم. من از قابلمه از اجاق استفاده که از کتری برقی استفاده کردم و چون حجمش هم زیاده توی قابلمه میخوام درست بکنم. همونجوری هم که قبلا هم بهتون گفتم بهتره که نمک آشپزخونه یا همون نمک یوددار تا جایی که میتونین استفاده نکنید. بهترین چیز استفاده از این نمک‌های سنگی هستش، راک سالت هم بهش میگن. از اینا اگه استفاده کنید خیلی بهتر هستش. اینو نمکش رو میریزیم برای اینکه بدونیم مقدار نمکش چقدر هم باید باشه. باید جوری باشه که وقتی که این آب نمک رو به زبونتون میزنین شوریش یه ذره بزنه زبونتون، یعنی از حالت مثلا غذایی که بهش نمک زدین دیدی نمکش اندازه است ولی نمکش یه ذره بیشتر هم که میشه شور میشه، بعد به اون حالت برسه، یعنی شوریش یه ذره زیاد باشه، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. اگه خیلی کم باشه ترشیتون خیلی بیمزه میشه، اگه خیلی هم زیاد باشه شوریش آزاردهنده میشه. یه چیزی نرمال بعد، نه خیلی کم نمک نه خیلی شور. به این حد که رسید میتونید اندازه بکنید. من به هیچ وجه نمیتونم دستور بهتون بگم مثلا تو چقدر لیست چقدر نمک بریزین، اصلا نمیشه اینو گفت. این یه چیز چشیدنی هستش. یه ذره مثلا زبونتون اذیت کرد بدون که این دیگه شوریش کافیه. اگه مثلا زیاد شور نبود به نظرتون یا مثلا شوری نسبی داشت نه کافی نیست، یه ذره اضافه ترش کنید. نکته مهم هم این که حتما این قابلمه که توش آب و جوش میانیم و ملاقه هم که میخوایم باش اینو بریزینش این تو توی ظرفاتون
حتما از قبل بشورینش، لک چربی و این چیزا نمونده باشه، چون اگه کوچکترین مقدار چربی باشه بریزین توی ترشی، ترشیتون کپک میزنه. این ترشی چون مقدار سرکش کمتره و آب نمکش بیشتره، به همین دلیل نسبت به کپک زدن خیلی حساس داره. ما معمولا ترشی هایی که با سرکه به صورت کامل درست میکنیم زیاد نگران کپک زدنش نیستیم، ولی این ترشی هایی که آب نمکی هستن خیلی حساس ترن و باید خیلی دقت داشته باشین. حتما قابلمتون یه بار یا دو بار حسابی بشورین، آب و ریکا، ملاقتون هم همینطور. معمولا غذا که درست میکنیم یه ذره جدار چربی دوره قابلمه رو میپوشونه و خوب پاک نمیشه، حتی وقتی هم که اسکاش زده میشه یه ذره چربی همیشه هستش. همین دو بار یا سه بار بشورین و دیگه خیالتون راحته دیگه. خب من دومین آبم هم جوش آوردم، نداشت اضافه میکنم چون مقداری یکانه میت کافی نبود، بیشترش کردم که دیگه آب نمک ما کمه. یه نکته دیگه هم این که هیچ وقت نذارین آبتون سرد بشه، همینجوری داغ داغ اینو باید بریزینش توی شیشه. به همین دلیل دقت داشته باشین شیشه هایی که برای این ترشی استفاده میکنین ترک نخورده باشه و یا خیلی نازک نباشه. زیرش هم حتما یه چیزی، یه بشقاب گودی چیزی بذارین که اگه یه موقع ترک خورد و ریخت اتفاقی براش نیفته. تا جای ممکن هم سعی بکنین هیچ وقت هیچ نوع ترشی رو تو دبای پلاستیکی درست نکنید، همیشه شیشه استفاده بکنید. من که پلاستیک هم سمی هستش و همین که مواد خود سرکه و اینا داخلش رو میخوره و یه سری چیز سرطانزا رو پخش میکنه تو خود ترشی، تو معمی دلی اصلا خوب نیست، اصلا اینکه ترشی توی طولانی مدت میخواد بمونه اصلا نباید این کار رو بکنید، حتما شیشه استفاده کنید. خب من قبلا یکم نمک رو شیخته بودم، من یه حس میکنم یه آبو که ریختم یه ذره شویش کم شد، دوباره یه ذره دیگه اضافه میکنم. این نمک سنگایی هم که اگه تو ایران از همین نمکتون خشکی هم میگیرین اونم یه چیز خیلی عالی واسه همین کاره. باید نمکش سفید و تمیز باشه، آلوده نباشه. میگه آماده است و کافیه و اینو میریزیم توش. خب این نکته مهمه دیگه، ما برای این ترشی احتیاج به کمی سرکه داریم. از هر نوع سرکه میتونین استفاده کنین به جز سرکه بالزامیک و سرکه سفید. سرکه سفید هم البته میتونین استفاده کنین ولی تا جای ممکن بهتره که استفاده نشه، چون سرکه سفید یه سرکه شیمیایی هست، خوبه که استفاده نشه. سرکه انگور میتونین، سرکه سیب میتونین، هیچ مشکلی نداره. من تا جایی که یادم مادرم همیشه آب نمک رو پر میکرد توی این شیشه، بعد که پر شد تموم شد یه ذره سرش خالی بود به اندازه یه استکان سرکه پر میکرد میریختش روی سر همین ترشی. شما میتونید همین کار رو انجام بدین، همین که مقدار سرکتون رو برای اینقدر آب داخل همین آب بریزین و با هم مخلوط کنین و بعد بریزین، هیچ فرقی نمیکنه به نظر من، چون همون جوری که انجام میدادن عمل میومد قشنگ ترشی جا میافتاد. همین که اینجوری بکنین هم باز چه بهتر که سرکه قشنگ به طور کامل تو آب نمک حل میشه و خورد تمام موادتون میره. من خودم ترجیح میدم که بریزمش داخل خودم یا آب نمک. خب من برای این مقدار دو تا استکان سرکه مالت استفاده میکنم. سرکه خیلی معمولی ارزون قیمت هم هست، همه جا هم پیدا میشه. این یکی، این هم دوتا. چون حجم دبه ترشی من حدود 5 لیتر هستش، کافیش سرکش برای این مقدار. دقت کنید انواع ترشی ها نیستش که به طور کامل با سرکه درست میشه، در واقع طعم غالب شور هست و خیلی تمام خوشمزگیش هم به هم میده. حتما یه بار درست کنید و ببینید چه جوریه. از این ظرف کوچیک شروع میکنم، اینو کم کم پر میکنیم و میریزیم داخلش. شما اگه خارج کشور زندگی میکنین ترشی رو تمام چهار فصل میتونین درست بکنین، ولی تو ایران فکر کنم
چون گل کلم و یه سری از این لوازم ترشی فقط توی پاییز آخر شهریور میاد به بازار، نمیشه توی تابستون و فصل دیگه درست کرد. خب الان دقت بکنین، اینو تو من تقریبا لب به لبش تقریبا پر کردم، اینقدر اندازه نصف بند انگشت من این سرش خالیه، همین اندازه شما ولش کنیم بزنین خالی بمونه، درش هم نمیبندیم، اینو همینجوری میذاریم کنار، بخاطر که این شروع میکنه تمام اینا رو کشیدن به خودش. این مواد ما چون پلاسیده شده بودش، آب خودش از دست داده، وقتی آب نمکو که ما میریزیم شروع میکنه اینو آب رو به خودش کشیدن. اگه دقت کنیم ببینیم به معنی اینکه اینا رو من ریختم تمام گل کلما قشنگ سفید شده، اما تاثیرش سریع انجام میشه. همین دلیل گفتم اصلا نگران نباشین، یه ذره لک سیاهی روی چیز بود، روی گل کلم یا هویجتون بود اصلا مهم نیست و کاملا این سفید میشه. یه ذره این جا باز میکنه و بعد میتونین دیگه آمادهش بکنین. وقتی که این سرد شد درش رو قشنگ میبندین، ولی کیپ کیپ نمیکنین، یه اندازه مثلا یه 3-4 میلیمتر یا 1 سانتی متر سرش رو آزاد میذارین از کامل کیپ شدن، چون این بعد یکی دو روز شروع میکنه به سر رفتن. معمولا این اتفاق براش میافته بعضی وقتا، مثلا هم که جاش اگه یه ذره گرم باشه حتما زیرش بشقاب گود بذارین. وقت بعد اینکه سر رفتنش تموم شد، یه ذره سرکه یا آب نمک آب جوشیده میتونین سرش پر کنین و یه ذره که پر شد درش رو کامل صفر بکنین و بذارینش یه جایی که دور از نور خورشید و اصلا تاریک باشه و اینکه خنک باشه. یخچال نه ولی یه جای خنک. خب من یکی رو پر میکنم. این شهر این ترشی راحت و درست کردنش. اگه نخوردین یه بار اینو درست کنیم و مطمئن مشتری همیشه گیش میشه. و تنها ایرادش اینه که این ترشی چون نمکی هستش، برای کسایی که فشار خون دارن و مشکلات قلبی دارن اصلا خوب نیست، چون نمک داره و نمکش هم خیلی بالاست. یا به جوشو که میریزیم در واقع حالت پخته نیم پزی هم بهش هم میده. خب برای اینکه این فیلم طولانی نشه من اینو پر میکنم، بعد بیام بهتون نشون میدم. من رسیم به این بالا، اینم بهتون نشون میدم که ببینین چجوری باید تا چقدر پر بشه. ببینین این کافی شد دیگه، الان خوبه. خب اینو صبر کنیم که قشنگ خنک بشه. خب اگه اینجا رو نگاه کنیم، یه اینقدر آب و نمک و سرکه ما باقی مون، من اینو دیگه دور نمیریزم، اینو همینجوری میذارمش کنار، چون همونجوری که گفتم یه ممکنه سر بره جوش بیاد بعد یکی دو روز یا دو سه روز اینا وقتی که میگذره و تخلیه بشه، بعد که خالی بشه این، یا اینکه خودش هم موادی آبو به خودشون بکشن، یه ذره حجم آب نمک بره پایین، دوباره از همین من پر میکنم. این دیگه احتیاج نیستش که دفعه دوم اینو ما گرمش بکنیم، همینجوری سرد شما بریزین روش هیچ مشکلی نداره، چون هم جوشیده از قبل استریل شده، همین که اینم که جوشیده ما ریختیم تو اینو بیا آماده است. ببینید اینم همونه قشنگ داره آماده میشه، میذارم باشن سرد بشه، میبینم چقدرشو میکشه، دوباره میام سرش پر میکنم. یه سرم آرومش بزنین، اگه حباب هوایی بینشون مونده این رد کنه و بیار بالا. یه چند تا نکته هم قبل اینکه همه چی رو تمومش بکنیم بهتون تذکر بدم. ما میگن که خیلی حرف میزنین، ولی اینا نکاتی هستش که هیچ کس نمیاد به شما یاد بده و شاید هم خرابکاری بکنین و نفهمید. اگه دقت کرده باشین قبلا یه دونه شیشه سس ماینز بودش، ما ایرانی ها معمولا عادت اون همینجوریه، شیشه مربا یا کشک یا سس ماینز که داریم اینا رو دور نمیریزیم، اگه مخصوصا هم یه ذره شکل قشنگی داشته باشه، بعد توی نگهداری ترشی و اینجور مواد استفاده میکنیم ازش. نکته خیلی مهم اینجا از نظر بهداشتی و همینطور خیلی خطرناک هم هست اینه که سرکه یا ترشی رو هیچ وقت تو طولانی مدت تو ظرفایی که در آهنی دارن نباید نگهداری کنید. حالا چرا؟
دلیلش اینه. این ظرف ترشه قبلی من بوده، درش هم اینه، همین در سس مایونز داخل قسمت داخلش یه لایه پلاستیک یویی کشیدم، از همین اگه دقت کنید. و اینو من حدود یک سال در بسته گذاشته بودمش توی کابینت. امروز که رفتم بازش کردم دیدم به این شکل در اومده. این قسمت سیاهو که اگه دقت بکنین، قسمت هایی هستش که سرکه، بخار سرکه که حالا توش بوده چجوری بهش خورده نمیدونم، منفذی حتما داشته، فلزو خورده و بعد به صورت قطره بخاری ریخته شده داخل این ترشی، در واقع این سرکه، در واقع این سرکه ده، این سرکه سمی و مسموم هستش. به همین دلیل وقتی میخواین شما ترشی رو درست کنین و آماده که مثلا طولانی مدت بذارین، نباید این درش رو، در فلزش رو روش بذارین. قبل از اینکه این کار بکنین از یه دیگه نایلون یا سلفون که واسه بسته‌بندی مواد خوراکی هست استفاده میکنین، یه یک دو لاش میکنین به این شکل و سر اینا قرار میدین، بعد این درش رو میبندین. چون اگه این کار نکنین به این وضع دچار میشه و این اکسید فلزو که خیلی سمی هستش میریزه داخل ترشیتون و اون ترشیتون سمی میشه، سرطان‌زا میشه و هزار یک اتفاق دیگه. یه نکته خیلی مهم بودش که شاید خیلی ها ندونن و بهتون گفتم، ولی خب بهترین کار اگه میخواییم ایمن باشه و بهداشتی عمل بکنیم، همین ظروفی هستش که گیردار هست و درش هم کاملا شیشه ایه، دورش هم یه لاستیک داره مثل حالت واشه، به این شکل سرش میاد دیده بشه، گلابو میدونیم داخلش، ما فشار میدین و کاملا کیپ میشه. امترین و بهداشتی ترین روش یا در واقع شیشه همین است. ما خودم روی خصیص بازی گدابازی میرم سراغ شیشه هایی که فقط واسه یک بار مصرف ساخته شدن و دوچاری همچه اتفاقاتی میشه. حالا مثلا این همه سرکه رو بوده 1.5 لیتر سرکه است، من بعد همه رو بریزمشون دور. این هم البته استفاده میتونیم بکنم، مثلا لوله آشپزخونتون سینکتون میگیره، حدود مثلا 4-5 قاشق غذاخوری توش شیرین بریزین تو سوراخش، اینم خالی کنین توش شب تا صبح بمونه، تمام جرم و چربی و کثافتی که تو لوله مونده رو کاملا پاک میکنه و میشوره. پشت سرش یه 2 لیتر هم آب جوش بریزین و دیگه تموم. من به این شکل ما میتونیم استفاده بکنیم و دیگه حرومش نکنیم. خب این ترشی شروع ما در واقع الان دیگه سرد شده، آماده است. میبینی که یه ذره این حجم آب شفته پایین، من اینو سرد میکنم، این چند روز دیگه بیشتر میره پایین، بعد دوباره یه ذره دیگه سرش رو پر میکنم. یه دونه تلفن همونجور که بهتون گفتم روش میذارم و من سرش رو روش قرار میدم، ولی کیپش نمیکنم، یه ذره فقط سفتش میکنم. همین این حالا میذارم، یه دونه بشقاب بودم زیرش میذارم و میذارمش یه جای تاریک و خنک یکی دو روز بمونه. بعد که دیدم اگه دیگه چیزی سر نرفت و دیگه همه حجم آبو کشید و بعد اشبا رسید و دیگه مشکلی پیدا نکرد، دیگه درشو کاملا اینجوری تا ته سفت میکنم و میذاریمش که برسه. خب این فعلا اینجوری بمونه تا اینکه یکی دو روز دیگه بیام بهش سر بزنیم ببینیم که به چه شکلی در اومد. اون یکی هم که همین شکل، اونم همینجوری میبندم و بعد میام ببینیم که چی شده. اگه هم الان دقت بکنین این کلمه یه ذره رنگ قرمزی رو پس دادن، حالا یه ذره بیشتر هم میشه و دیگه کاملا این قرمز میشه و خیلی خوش رنگ. اگه هم دوست نداشتین مثلا قرمز باشه میتونین کلمه قرمز نریزین، همینجور سفید بمونه، یا اینکه اگه خواستین زردش بکنین یه ذره زردچوبه بهش اضافه بکنین، اونم رنگش رو زرد خوش رنگ طلایی میکنه. دیگه با رنگای دیگه هم میتونین استفاده بکنین خوراکی باشه. اینم که رنگا طبیعی بودش که من استفاده کردم. خب حدود 24 ساعت گذشته و میبینیم که رنگ شور ما کم کم داره قرمز میشه، خیلی سریع خودش رو نشون داد. و یه چیز دیگه این که کم کم داره میبینیم که حباب میاد بیرون و قشنگ داره اون سرکهی که تو شیخته بودیم عمل میکنه و اینو قشنگ میپزه به اصطلاح. یکی شیشه هم که به این شکل در اومده من بهتون نشون بدم.
همونجور که بهتون قبلا هم گفته بودم این سطحش رفته پایین. حالا موقعشه که یه ذره ما تو این همون آب و سرکه و نمکی که کنار گذاشته بودیم و اضافه بکنیم که دیگه قشنگ روشو بگیره که کپک نزنه. بعد دیگه درشو کامل ببندیم. یه روز دیگه هم اگه صبر بکنیم بهتره. بعد دیگه کامل درشو کیپ بکنیم و بذاریمش تا خنک و تاریک. نکته خیلی خیلی مهم این که جای این نباید اصلا گرم باشه. اگه گرم باشه خیلی سود اینا نرم میشن و دیگه موقع خوردن زیر دندونتون خوب صدا نمیده و یه طعم لهیدگی هم پیدا میکنه. این نکته رو حتما دقت کن، جاش باید خنک باشه. حتی سردم بود که چه بهتر. درسته یکم دیرتر ممکنه برسه ولی مهم نیستش. خب این یکم که درش برداشتم میبینیم که با سطحش رفته پایین. من اینو ریخته بودم این تو همون آب و سرکمون رو با نمک و این رو شروع میکنم پر کردم. یه ذره دیگه میریزم که قشنگ روی اینو کامل بپوشونه. لازمه تا بیخش تا یقش بکشیم بالا. به همون شکل اگه این کار نکنین کپک میزنین سبزی هایی که روش ریختین. باید حتما کامل سطحش پوشیده باشه تا کپک نزنه. خب اینم آماده است. من اینم میبندم به این شکل. و میذاریمش کنار. خب همونجور که گفته بودم ببینین این ترشی من زیرش رو بشقاب نذاشتم. من فکر کردم که سر نمیره و قشنگه. ببینید کلی آب از کلش اومده پایین ریخته اینجا. آفتابه گرفته به کابینت ما. برای همین گفتم تا دو سه روز زیرش حتما یه بشقاب گود بذاریم که این اتفاق نیفته. بعد که سر رفتنش بعد یکی دو روز تموم شد دیگه مهم نیستش. بشقاب رو در بیاریم، بردارین، خالی بکنیم و بزنین شیشه ها رو همینجور بمونه، دیگه سر نمیره. یکی دو روز به نهایت سه روز یه ذره چیزه اتفاق از این چیزا پیش میاد، طبیعی کاملا. خب حدود دو هفته و نیم تا سه هفته گذشته و این شور ما الان آماده است. باز میکنم ببینیم وقتی که تلفن میزنین دیگه هیچ آبی درش باقی نمونه و این دوچار زنگ زدگی نمیشه. این خیلی کمک میکنه. رنگش هم همونجوری که میبینی قشنگ قرمز خوش رنگ شده به خاطر همون کلمه قرمزی که من ریختم توش. البته نریزین هم میتونینش سفید بذارین که بی رنگ میشه، یعنی که اگه خواستین زرد باشه یه ذره توش زردچوبه بریزین. چند تا رنگ رو در بیارم ببینم چی شده. عالی. خودم اون کلمه که انداختم یه تیکشه. زد از پلو درست کردیم. این وای میزنیم تو رک. خوبی آماده است. امیدوارم شما درست کنین و لذت ببرین. خیلی خوشمزه میشه.